از من خواسته شده که به عنوان مدیر این جلسه و مودریتور منم یک سری یه چند تا نظر بدم یا جنبندی هایی از دید خودم که با شما در میون میذارم. خیلی کوتاه سعی میکنم شما حالا وقت به منو بگیر چون نمیخوام 10 دقیقه بیشتر بشه. به نظرم راجع به مخصوصا بعد از خوندن مقاله ها بعضی چیزها هست و شنیدن پنل های قبلی، دوستان الان فعالین ما دارن از این فرصت رکود جنبش و کم به هر حال کمکاری که الان هست استفاده میکنن برای ریفلکت آن ایت، برگردیم و ببینیم تا حالا چی کار کردیم، چه مشکلاتی داشتیم، برای قدم های بعدی چجوری جلو بریم و چه درس هایی گرفتیم، که این خیلی کار به موقع و خوبیه. منتها من میخوام چند تا یادآوری به عنوان کسی که به هر حال منم یه تجربه های عملی و نظری دارم و چه در ایران و چه خارج از ایران، و کسی که از دور داره نگاه میکنه یه چند تا به هر حال خواهرانه و دوستانه چند تا نظر بدم و پیشنهاد. یکی این که در جنبش های مدنی اجتماعی شکست معنا نداره. هیچ کدوم از این جنبش ها شکست نخوردند، ممکنه در بعضی از هدف‌ها ناکام موندن، ولی جنبش مدنی در حال جنگ نیست که شکست بخوره. هدفش هم گرفتن قدرت دولتی نیست که حالا باید داشته می‌جنگیده نتونسته بگیره پس شکست خورده. نه. برابر نه جنبش سبز که رأی می‌خواد، جنبش در واقع دموکراسی خواهی شکست خورده. ممکنه در یه هدف‌های ناکام مونده، ممکنه حالا باید یه جور دیگه سر بر بیاره، تو سرش زدن، خابیده، افتاده، مجروح شده. جنبش زنان هم همینطور، کمپین 1,000,000 امضا به عنوان بخشی یک کمپینی از جنبش زنان همینطور. منتها خب ما داریم الان متوجه میشیم که بعضی زیاد گویی‌ها یا مبالغه‌ها، یا یه لغتی آقای یعقوب علی به کار برد الان من یادم رفت، که یعنی یک چیز رو بزرگتر از اون چه که هست نمودن. خب اینا رو الان متوجه میشیم که ما انگار کمپین رو مساوی، کمپین به خصوص 1,000,000 امضا رو مساوی با جنبش زنان کرده بودیم و از اون چه توقعات عجیب غریبی هم داشتیم، و حالا یه دفعه اون بعضی گاه به اصطلاح مبالغه و یه جور شاید بشه گفت از خود راضی بودن یا تبختر بیجا، حالا به یه نوع، یعنی تو آمریکا میگن this was a very humbling experience، یعنی این تجربه کمپین برای خیلی هامون خیلی تواضع ایجاد کرده. یه دلیل اصلیش هم این بوده که رفتیم سراغ مردم و از فقط نخواستیم با ایده های پیش آهنگ لنینی که میگفت لنین که میگفت ما پیش آهنگ توده هاییم و باید بریم این توده ها رو آگاه کنیم، این توده های نفهم رو، و به اینا خودآگاهی بدیم و بعد ببریمشون بهشت و این چیزا. خوشبختانه ما عبور کردیم از این تصورات نسبت به اکتیویست ها و رفتیم هم یاد دادیم هم یاد گرفتیم از مردم، از در این روش چهره به چهره و رفتن به درون مردم. و من خودم توی یکی از نوشته اینو پیش بینی کرده بودم و خوشبختانه حداقل یکی از پیش بینیام درست در اومد. و بنابراین ما باید اتفاقا برگردیم از این یعنی نباید به اون سر افراط بیافتیم که اون از خود راضی بودن و خوشحالی شاید بیش از حد، یا خیال یا جلب توجه شاید یه مقدار بیش از شایستگی، حالا به این برسه که احساس گناه، احساس بدهی بکنیم و فکر کنیم ای همه کار ما خطا بوده و اصلا هیچ کار نکردیم. و برای اینکه بازم برمیگرده به اینکه انگار ما از جنبش زنان همه توقعاتو داریم، یا حتی از یک شبکه، یه شبکه‌ای که یه کمپین داره، یه هدف‌های مشخص داره، نمیتونست به همه چی جواب بده و همه مسائل رو هم مورد نظر قرار بده. نکته دیگه اینه که ما بایستی که دیروز همکارم دوست عزیزم آقای اکبر مهدی هم به این اشاره کرد، حالا من نمیدونم با همین هدف اشاره کرد یا نه، و به هر حال نکته مهمی رو تلنگر زد که جنبش زنان مراحل مختلف داره. این مثلا ایده اینترسکشنالیتی که من خودم یکی از کسای اولین کسا بودم که دربارش نوشتم و سعی کردم طرح بشه در تحلیل‌های ما، در مرحله سوم جنبش زنان مثلا در آمریکا مطرح شده. چرا؟ چون یه سری مسائل خیلی اولیه حل شده.
ما تو ایران مثل اون جریانی که مدرن نشده بعضی پست مدرن شدن که هنوز ما داریم مسئله داریم با مدرن شدن، هنوز ما جامعهمون در حال گذاره، خیلی از مسائل مدرنیته حل نشده، به خصوص مسئله دموکراسی. اگر در آمریکا، در دموکراسی آمریکا تا سالها و حتی امروز، یعنی اون موقعی که گونارد میردال نوشت که گره کور دموکراسی آمریکا مسئله نژادیه و به درستی هم اینو فهمید، خب مسئله نژادی مسئله اصلی شد برای اینکه دموکراسی آمریکا تصحیح بشه، گسترش پیدا کنه، از جنبه سفید بودن و طبقاتی مطلقش در بیاد و امروز هم همچنان این پروسه تصحیح و بست دموکراسی در این جامعه و جوامع دیگه ادامه داره. در جامعه ما تازه ما 100 ساله داریم مبارزه میکنیم برای پروژه دموکراسی که در کنارش یکی از این جنبه های دموکراسی و گسترش دموکراسی و شامل کردن دموکراسی به همه مردم و نیمی از اونا که زنا باشه همچنان لاینحل مونده. یعنی امروز ما در واقع نه به طور مکانیکی نمیخوام بگم، ولی به طور عمده ما در مرحله اول جنبش زنان هنوز هستیم. یعنی ما جنبشمون عمدتاً جنبش حقوق زنانه، Women's Rights. It's not Women's Liberation Movement even yet. یعنی ما به هنوز شهروند کامل حساب نمیشیم. هنوز به قول خانم عبادی بیزه مرد گاهی از کل جان زن بیشتر ارزش داره. هنوز حقوق یعنی چند زنیه، نمیدونم صیغه است. یعنی واقعا ما مسائل مشکل، یعنی امروز در ایران جنسیتی که نقطه کور دموکراسیه، نه نژاد و قومیت. ما مسئله قومیت و ملیت داریم، مسئله نژاد خیلی کم، اصلا به صورت نژاد مسئله نژادی که در آمریکا هست نداریم. مسئله طبقاتی داریم، مسئله عدالت اجتماعی مطرحه و اینا رو خوبه بدونیم، خوبه اینترسکشنالیتی رو بشناسیم. ولی دوستان، من از دیروز همش راجع به اینترسکشنالیتی میشنوم و میبینم حالا یه دفعه این دغدغه و وسواس هممون شده. مواظب باشیم این اینترسکشنالیتی ما رو به فلج عملی نرسونه، چون جنبش زنان یعنی میشن ایمپاسیبل برای خودمون نذاریم، یه ماموریت غیر ممکن که ما باید همه رو اول جمع کنیم، از فارس و ترک و کرد و بلوچ و عرب و همه باشن توی یه سازمانمون و بعد نمیدونم زنان مهاجر هم دربر بگیره، زنان اقلیت‌های دینی هم دربر بگیره، همه اینا توافق بکنن تا یه حرکت رو شروع کنیم. و الان ما یه گروه ممتازیم که به صورت نماینده همه نیستیم. خب این یه مقداری در جامعه‌ای که دائما هم سرکوب میشه، شما از یه سازمانی که دائما خودش در خطره، کجای ما ممتازه؟ کدوم شما ممتاز بودین؟ شما که دائما دارین در واقع از قبل خیلی های دیگه به سراغ هزینه میدین، بیشترین زندانی ها رو کیا دارن میدن؟ اکتیویست های ما، یعنی اونهایی که فعال ترین شهروند های ما، شهروند هایی که احساس مسئولیت میکنن، حاضرن هزینه بدن، آگاه ترین هستن، دارن بیشترین هزینه رو میدن، یعنی به جای گروه های زینف هم دارن کار میکنن. این یه اشکاله، ولی این یه واقعیت دیگه. ما یعنی دیگه اینقدر هم نیاییم هی خودمون رو سرزنش کنیم، احساس گناه کنیم که ما به زمین و زمان بدهکاریم چون زن شدیم. یعنی میگن همیشه زن ها زود احساس گناه میکنن، زود احساس بدهی میکنن، زود خیال میکنن که اگه به من خشونت کرد شوهره حتما من تقصیر منه، من عصبانیش کردم. الان هم اینجا ما اگه نمیدونم جنبشمون شکست خورده همش خیال نکنیم اشکال از ما بوده، اشکال از ما هم اشکالامون رو داشتیم، داریم یاد میگیریم. ولی یه ذره من احساس کردم که دوستانی که از ایران اومدن زیاد دارن به خودشون سخت میگیرن و زیاد دارن برای خودشون ماموریت‌های ناممکن و خیلی سخت و دشوار میذارن که مثلا سازمان فمینیست ماجوریتی فاندیشن در آمریکا یا نا نشنال وومنز اورگانایزیشن، بله امروز باید نقد بشه که اینترسکشنالیتی رو رعایت نکرده. هنوز گرچه اونا هم دارن خیلی سعی میکنن خودشون تصحیح کنن، ولی مگه ما سازمان آزاد قانونی شده ان جی او تو ایران به این شکل داریم که حمایت هایی داشته باشیم که همین کارا رو هم بتونیم بکنیم؟ نداریم، نمیذارن، دائما ما رو دارن سرکوب میکنن، حتی نمیذارن ما یه نهاد قانونی مدنی زنان داشته باشیم. درسته؟ یعنی الان یکی از خواسته های این مرحله ما به خصوص با وعده های آقای روحانی که راجع به شهروندی و غیره میده
اینه که ما بتونیم نهادهای زنان داشته باشیم مثل حمایت از حقوق کودکان. ولی حمایت از حقوق کودکان به محضی که میخواد حالا بگی دولت بیا راجع به حقوق کودکان یک کاری بکن، همونطور که شما به درستی گفتین، فوری با سرکوب روبرو میشه. خب بنابراین ما نه یه نهاد دولت، این وظایف که دولت باید انجام بده، همه منافع گروه های زینف رو مشارکت بده که ما نمیتونیم بکنیم. ما خودمون رو نمیذارن مشارکت انجام بدیم، تا چرسی که ما بتونیم تمام توده‌ها رو بسیج کنیم به مشارکت. یعنی من میخوام بگم که یه ذره در این حال که خودمون رو نقد میکنیم، مواظب باشیم که به یه بنبست برخورد نکنیم در عمل. یعنی اینقدر توقعمون رو نبریم که یک یا تئوری‌هایی رو که در غرب در یک کانتکست دموکراتیک و آزاد در یک جامعه اوپن که حمایت دولتی میگیرن NGOها، درسته خودشون مستقلن ولی دائما حمایت رسانه‌ای دارن، امکان سالون تو ایران، مردم سالون نمیتونن. برای 8 مارچ تو ایران زنان، همون زنان اکتیویست نخبه ها که شما میگین، یه سالون نداشتن، مجبور شدن مثلا رفت از خونه این و اون استفاده کردن. بنابراین ما این محدودیت‌ها هیچ وقت یادمون نره و برداشت مکانیکی از تئوری‌هایی که در غرب داره کار میکنه نکنیم. اینا رو بشناسیم ولی مواظب باشیم کجا برای ما اپلای میکنه و کجا اپلای نمیکنه، محدودیت‌هاش چیه و ما در کدوم مرحله از رشد دموکراسی و توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی قرار داریم و امروز اولویت‌هامون چیه. وقتی میگیم جنبش زنان یعنی مسئله اصلیش، نه اینکه فراموش کنه طبقه، قومیت، ملیت، مذهب، همه این تفاوت‌ها رو، ولی مسئله اصلیش جنسیت. برای همین مثلا اسمش جنبش زنانه، جنبش کارگری مسئله اصلیش مسئله کارگریه، جنبش حقوق کودکان مسئله اصلیش کودکانه. نذارید به ما دوباره بگن که خانم تو باید همه کار بکنی، تو چرا جنبش زنان فقط راجع به زنان کار میکنی، بلکه این مسئله اصلی من، اینترست گروپ ما اینه. اینترست گروپ های مختلف باید باشن توی جامعه مدنی. اینترست گروپی که میاد فقط مثلا راجب عمدتا میاد راجب، ولی با این آگاهی که اینا با هم ارتباط داره، برای همینم باید این نهادها با هم پیوند بخورن، همکاری کنن، چون اینترسکشنال باید باشن. امیدوارم که زیاد وقت نگیره که باشن. ما به ما اعلام کردن که 4 دقیقه دیگه، یعنی 5 دقیقه بود الان یه دقیقه‌ش هم گذشت، 4 دقیقه دیگه وقت داریم. اون دست دادن معنیش این بود که بریم دیگه. اظهار علاقه، اوکی. خب بذارین منم چند دقیقه، کمتر از 4 دقیقه، به چند تا نکته که در ارتباط با صحبت من گفتنم یه پاسخی یا عکس‌العمل نشون بدم. اینکه دوستان یه موقع اشتباه نشه، بدفهمی نشه، آدم موقعی که تون تون یه چیز رو میگه ممکنه فکر کنن داره به یه چیزی بی‌توجهی میکنه. من توصیه میکنم شماره آخر، یعنی آخر، یکی از آخرش شماره 22 زننگار، نشریه زننگار رو نگاه بکنید که تمامش رو ما اختصاص دادیم به تلاقی قومیت با جنسیت. یعنی من خودم همیشه این حساسیت ها رو داشتم که این مسائل هم تئوریزه بشه، هم حساسیت ایجاد بشه در اکتیویست های ما، توی مردامون، توی زنامون، توی جنبش های مختلف. جنبش دانشجویی هم لازمه این اینترسکشنالیتی رو بفهمه، جنبش کارگری لازم بفهمه، جنبش زنان لازم به همه اینا رو لازمه. بعدم ببینید من فقط به عنوان، چون ما هممون هویت های مختلف داریم دیگه، من فقط به عنوان یه زن و فمینیست نمیگم که جنسیت الان امروز نقطه کور دموکراسیه، نه کل مسائل جامعه ایران، دموکراسی در ایرانه. اینو به عنوان جامعه شناس هم دارم میگم و اینو بر اساس ترکیب اجتماعی من میگم مسئله جنسیت و نگفتم هم مسئله زنان. ببینید دقت کنید، جنسیت نوع، ببینید مشکل اصلی امروز جامعه ما مشکل اقتصادی نیست، مردم مشکلات اقتصادی دارن ولی مانع ما رسیدن به دموکراسی که اقتصادی نیست. ما کلی منابع داریم، نفت داریم، مثل افغانستان فقیر نیستیم از لحاظ امکانات و نیروهای منابع طبیعی. سیاسی مشکل ما، درسته ایدئولوژیکه، ما یه دولت ایدئولوژیک داریم با یه دیدگاه جنسیتی که بدترین نگاه های تبعیض‌گرا به مسائل جنسی، به نقش های جنسیتی، روابط جنسیتی، تفاوت های گرایش های جنسی
ترجیحات جنسیت. به همه اینها یک نگاه شدیداً ایدئولوژیک داره و اینو تشدید هم کرده در جامعه. یعنی از در واقع نماینگر سنتی ترین و عقب مونده متعصب ترین گروه ها در جامعه ماست و این ستم، این تبعیض شامل حال فقط زنان نیست، شامل حال مردان ما هم هست. جنبش زنان فقط نمیخواد حقوق زنان رو که به دست بیاریم، میخواد اصولا از جنس، نقش های جنسیتی، از مسکولینیتی، از فمینینیتی، از مردانگی، زنانگی تعریف های جدید بده. میخواد مردها هم رها بشن از این قیدهای جنسیتی، درسته؟ میخواد همجنسگراها هم رها بشن، میخواد این دایورسیتی رو اهمیت بده و بپذیره. بنابراین من نه برای اینکه بیام ببینم کی با چی تو جامعه ما بیشتر مخالفت بشه پس بگم اون مهمترین مسئله. بله الان مثلا راجع به مسئله حساسیت وحشتناکی وجود داره راجع به تمامیت ارضی ایران که اصلا اجازه نمیده اقلیت‌های ملی یا قومی حرفشون رو بزنن، حقشون رو بخن، فوری مارک جدایی طلبی بهشون زده میشه. اما من نمیتونم بگم اگه اون به اون بیشتر حساسیت هست تا به حقوق زنان پس اون مهمتر مسئله یا نقطه کوره. من میخوام به عنوان ماورای اینا، آیا ما یک مسئله، یک سوالی دیروز یه نفر کرد، آیا یک تمامیت، نه تمامیت خواهی، ولی یک عمومیتی هم داریم که زنان همه باش مشترکن، زن کرد، زن ارمنی، زن زرتشتی، زن بهایی، زن مسلمان، شیعه، سنی، همه اینا دچار تبعیض هستن و مردها هم به خاطر این نقش‌های تایید فیکس شده و ثابت شده تعیین شده هم دچار تبعیض و نوعی جنسیت گرایی هستن. من بر اساس ایناست که دارم اینو طرح می‌کنم و الا اصلا نخواستم من مکانیکی بیام درست حرف خانم صفاری مرحله بندی جامعه ایران رو عیناً بگم که ما مثلا حتما در الان اینقدر گلوبالیزیشن ما رو در هم چیزا رو ادغام کرده که ما در این حال گاهی مدرنیم، گاهی سنتی هستیم، گاهی پسا مدرنیم، گاهی مرحله اولیم، گاهی مرحله دوم، گاهی همه اینا. من نمیخوام به همین دلیل میگم مکانیکی برخورد نکنیم، چون به نظر من یه مقدار داشتن مکانیکی گفتم حتی اگه بخواید اون تئوریا رو مکانیکی روی ایران اپلای کنین ما که تو اون مرحله نیستیم. اگر مکانیکی برخورد کنیم که اصلا اون مرحله ها هم نمیشه مکانیکی اپلای کرد، مرحله اول جنبش، موج اول، موج دوم، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، مثالی که جلوه جان زد در یک شرطی اون یک زنی براش اصلا مسئله اعتیاد شوهرش عمدترین مسئله زندگیش میشه تا طلاق و غیره. همین. خیلی ممنون از شرکت فعال همتون، خیلی ممنون از پنلیست‌های خیلی اکسلنت.